انفجار یک خودروی مملو و از مواد منفجره در یکی از مناطق پر ازدحام استانبول صبح امروز سه‌شنبه حداقل 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. هدف این بمبگذاری دو اتوبوس حامل نیروهای پلیس ترکیه در محله وزنجیلر در منطقه بایزید استانبول بوده است. 7 نفر از جانباختگان ماموران پلیس هستند. بر اثر این انفجار شدید یک دستگاه اتوبوس پلیس به کلی از هم پاشید و به خودروها و ساختمانهای پیرامون خسارات وارد شد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در واکنش به حمله امروز در استانبول گفت ما تفاوتی قائل نمی شویم مگر آنها غیر نظامیان، پلیس، سرباز یا نیروهای امنیتی را هدف بگیرند. در نهایت اویی که شهید می شود یک انسان است. این حملات حمله علیه انسانیت است. ما این گونه حملات را نمی بخشیم. هرگز نمی توانان را بخشید. بی وقفه و تا پایان به نبرد علیه تروریست ها ادامه می دهیم. بو تروریست ها کارشی ده بیز مجادلمیزی سونونا کدر یلمدن اوسانمدن وریجیز. روی کرد آنکارا به جدای طلبی حزب کارگران کردستان و جنگ داخلی سوریه در همسایگی ترکیه به افزایش خشونت در این کشور دامن زده است. هیچ گروهی هنوز مسئولیت بمبگذاری امروز استانبول را بر عهده نگرفته است. گروهی به نام بازهای آزاد کردستان پیشتر مسئولیت چند بمبگذاری از این دست را بر عهده گرفته است. در بریتانیا امروز آخرین مهلت ثبت نام برای کسانی است که خواهان شرکت در همه پرسی برای ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا هستند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که رهبر کارزار ماندن در اتحادیه اروپا است، صبح امروز در کنفرانسی خبری گفت این مسئله نباید ما را آنچنان گیج کند که درباره چیزی که با آن روبرو خواهیم شد دچار اشتباهات فاحش شویم. این وظیفه من نیست که بگویم چرا برخی چنین اشتباهاتی می‌کنند، اما فکر می‌کنم این وظیفه من است که به آن اشاره کنم و بگویم این لحظه مهمی است و درباره آن بر اساس اطلاعات اشتباه تصمیم نگیریم. On the basis of false information. همزمان قرار است روز سه‌شنبه دیوید کامرون با نایجل فراج رهبر حزب استقلال بریتانیا در رابطه با این همه پرسی مناظره داشته باشد. آقای فراج از رهبران کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. مردم بریتانیا روز 23 ژوئن با شرکت در یک همه پرسی به خروج یا باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا رأی می‌دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون حمایت 2383 نماینده درون حزبی را که برای انتخاب در همایش ملی دموکرات ها به عنوان نامزد نهایی این حزب ضروری بوده از آن خود کرده است. این نامزد دموکرات در دیدار با هواداران خود در کالیفرنیا گفت با استناد به اخبار ما در مرز یک لحظه تاریخی و بی سابقه هستیم، اما هنوز هم کار زیادی داریم که باید انجام بدهیم. فردا باید در انتخابات 6 ایالت شرکت کنیم و برای تک تک آرا به ویژه اینجا در کالیفرنیا سخت بجنگیم. این در حالی است که روز سه‌شنبه آخرین انتخابات مقدماتی موسوم به سه‌شنبه بزرگ در 6 ایالت این کشور برگزار می شود. برنی ساندرز دیگر نامزد دموکرات که امیدوار است در انتخابات روز سه‌شنبه نتایج این ایالت‌ها را از آن خود کند، در مقابل هواداران خود گفت اگر ما در کالیفرنیا، داکوتای جنوبی و شمالی، مونتانا، نیومکزیکو و نهایتاً در نیوجرسی ببریم، می‌توانیم با قدرت زیادی در گرد همایی دموکرات‌ها حضور یابیم. وی اعلام کرده است تا زمان برگزاری همایش ملی دموکرات‌ها به رقابت با وزیر سابق دفاع آمریکا ادامه خواهد داد و از این رقابت‌ها کنار نمی‌رود. هیلاری کلینتون و برنی ساندرز نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی آمریکا برای رقابت در آخرین سه‌شنبه بزرگ آماده می‌شوند. این انتخابات در 6 ایالت از جمله نیوجرسی و کالیفرنیا برگزار می شود و پس از آن در ماه ژوئیه مجمع عمومی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای انتخاب نامزد نهایی خود تصمیم گیری خواهند کرد. ابی فیلیپ گزارشگر سیاسی واشنگتن پست می گوید تمام دموکرات ها با هیلاری کلینتون موافق نیستند. بسیاری از آنها با شایستگی بیشتر وی و داشتن رزومه کاری مناسب برای این سمت موافقند، اما در عین حال گروهی نیز این سوال را مطرح می کنند که آیا او می تواند شایستگی حزب دموکرات
مبارزات را به نمایش بگذارد، این چالشی برای کلینتون است تا بتواند این افراد را مجاب کند، به خصوص جوانترها که خیلی او را نمی‌شناسند. نبرد اصلی در ایالت کالیفرنیا، پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا، در جریان است. بر اساس نظرسنجی‌ها، برنی ساندرز رقیب دموکرات خانم کلینتون در آستانه برپایه رقابت درون حزبی در این ایالت موفق شده با برنامه‌های تبلیغاتیش عرصه رقابت را بر رقیبش تنگ‌تر کند. با این حال و با توجه به آرای کسب شده، تاکنون همچنان هیلاری کلینتون پیشتاز است. آلن لیچمن، استاد تاریخ دانشگاه آمریکا در واشنگتن، میگوید با ادامه رقابت‌ها حتی در صورتی که ساندرز انتخاب نشود، تنها یک کار را انجام داده و آن موضوع انتخاب دونالد ترامپ بود. ساندرز پیروز نمی‌شود و انتخاب هم نخواهد شد، اما او توانست سبب انتخاب ترامپ شود، نامزدی که او معتقد است دقیقاً به خلاف اعتقادات او باور دارد. با وجود اینکه احتمال پیروزی و انتخاب نهایی ساندرز از سوی دموکرات‌ها چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما نکته اینجاست که در صورت شکست او چه اتفاقی برای هوادارانش خواهد افتاد. گروهی از طرفدارانش می‌گویند در صورت عدم انتخاب وی به عنوان کاندیدای حزب دموکرات، به کلینتون نیز رأی نخواهند داد. خبرنگار یورونیوز می‌گوید برنی ساندرز در برخی موارد موانعی را برای کلینتون در رأی‌گیری این هفته و یا بعدتر در نشست مجمع عمومی ایجاد می‌کند، اما سوال اینجاست که آیا هواداران او شکستش را می‌پذیرند و به حمایت از کلینتون خواهند پرداخت یا خیر. استفان گروبر، یورونیوز، ات دی وایت هاوس. پسر بچه ژاپنی که 6 روز را تنها در جنگل گذرانده و پیدا و بستری شده بود، امروز سه‌شنبه از بیمارستان شهری در جزیره هوکایدو مرخص شد. او گفت که پدر و مادرش را می‌بخشد و می‌خواهد بیسبال بازی کند. پدر و مادر او امروز در برابر دوربین‌ها تعظیم کردند و به هموطنانشان گفتند سپاسگزاریم. والدین یاماتو تانوکای 7 ساله وقتی که برای چیدن گل و گیاه به جنگل رفته بودند، برای تنبیه و ادب پسرشان را دقایقی تنها گذاشتند. 500 متر دورتر رفتند و وقتی برگشتند اثری از او نیافتند. یاماتو یک پناهگاه نظامی خالی را یافته و 6 روز را بدون غذا و تا زمانی که 2 سرباز ژاپنی پیدایش کنند در آن گذرانده بود. در این مدت او فقط آب می‌نوشیده است. پلیس هوکایدو میگوید والدین او را به کوتاهی در نگهداری کودکشان متهم نمی‌کند. در پی وقوع حریق در ساختمانی واقع در هومه پاریس، بعد از ظهر دوشنبه دست کم 5 تن کشته و 2 تن دیگر نیز به شدت مصدوم شدند. این حادثه در منطقه سندونی سبب شد تا طبقه 4 ساختمان دچار حریق فرو ریخته و همچنین 9 مصدوم دیگر با درصد پایین جراحت بر جا بماند. سیلویو بلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستانی در میلان بستری شد. وی که در 79 سالگی به سر می‌برد، 4 دوره نخست وزیری ایتالیا را بر عهده داشته و یکی از ثروتمندان این کشور است. پلیس بنگلادش احتمال می‌دهد که گروهی از اسلامگرایان افراطی عامل حمله به یک روحانی هندو در این کشور باشند. عاملان قتل این روحانی 70 ساله راکبان 3 دستگاه موتورسیکلت بودند و این حمله در 161 کیلومتری غرب پایتخت روی داده است. شرکت هواپیمایی ایران ایر در نظر دارد حدود 100 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت بوئینگ خریداری کند. بر این اساس مذاکراتی با این کمپانی آمریکایی در سیاتل واقع در ایالت واشنگتن آغاز شده است. فرهاد پرورش، مدیر عامل ایران ایر، ضمن تایید این خبر اعلام کرده احتمال دارد ایران ایر برای بازسازی تشکیلات و زیرسازه‌های خود از کمک شرکت بوئینگ بهره گیرد. در ماه ژانویه سال جاری نیز ایران ایر برای خرید 118 فروند هواپیما از شرکت ایرباس قراردادی به ارزش 22 میلیارد یورو امضا کرد. شرکت نفتی رویال داچل اجرای پروژه وسیع صرفه‌جویی اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس این کمپانی بریتانیایی هلندی 10% سهام خود در بخش فعالیت‌های تولید نفت و گاز را واگذار خواهد کرد. توقف فعالیت‌ها در 5 تا 10 کشور قسمت دیگر این برنامه را تشکیل می‌دهد. رویال داچل در نظر دارد تا سال 2020 هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سالانه خود را زیر رقم 30 میلیارد دلار نگه دارد. هزینه‌های این کمپانی نفتی پس از خرید شرکت نفتی بی جی گروپ به قیمت 47 میلیارد پوند افزایش یافته است. افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی در حوزه پولی یورو، همچنین بالا رفتن روند مصرف خانوارها
به آهنگ رشد اقتصادی منطقه شتاب بخشیده است. رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در 3 ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با 3 ماهه پیش از آن به رقم 0.6% رسیده است. این بهترین آمار طی 1 سال گذشته محسوب می شود. در بازه زمانی 1 ساله نیز رشد اقتصادی حوزه پولی یورو 1.7% گزارش شده است.